سلام بچه ها این ستریم یه ویدیو هست که میخوام در مورد کانتینرها در لینوکس صحبت کنم کانتینرها در لینوکس یه تکنولوژی خیلی تازه و جدید نیست اما شاید تازه در مورد شنیده باشین اگه یک برنامه نویس باشین یا سیس ادمین باشین یا توی کار دیوابس کار میکنی احتمالا آه، از کانتینرها یا استفاده کردی یا زیاد در موردشون شنیدی نمونه استفاده از کانتینر یه تکنولوژی از کانتینر استفاده میکنه داکر که فکر کنم اکثر برنامه نویسا که برای حد مثلا یک سال دو سال کار کردن میدونن که داکر چیه و یه معمولا وقتی که میرن برای یه شرکتی چیزی کار میکنن از داکر استفاده میکنن که مثلا پروژهشون رو یا،, یا تست کنن یا هاست کنن حالا کانتینر چی هست؟ کانتینر یه نوع ورچوالایزیشن uh, مجازی سازیه که uh, در سطح سیستم عامل قرار میگیره. مجازی سازی چیه؟ ورچوالایزیشن خب چند چند نوع داریم. Um, یه نوعش یعنی مدل عادیش اینه که از uh, virtu... تکنولوژی ورچوالایزیشن مجازی سازی که تو خود سی پیو هست از اون استفاده میکنه و یه سری نرم افزار رو کنارش قرار میگیره به اسم ورچوال ماشین مانیتور و منیجر وی ام که اه, میتونه این ورچوال ماشین ها رو اه, سیستم ها رو مدیریت کنه و سعی کنه که اه, این سیستم ها نتونن از حد خودشون بیشتر برن مثلا وقتی که اه, یه سیستم یه ورچوال ماشین میسازی که میخوای فقط بهش دو تا هسته سی پیو بدی یا یه گیگ رم بهش بدی این سعی میکنه این سیستم رو محدود کنه و سعی میکنه که این سیستم از اون انگار اون سند باکس حالا میگم اگه این سیستم رو میبینی حتی اگر سند باکس باید بدونی سند باکس چیه از این سند باکس از این محیطش نزنه بیرون و توی بقیه سیستم عامل یا ورچوال ماشین های دیگه کاری بکنه این یه قابلیت یه چیزی که برای امنیت ساختن <تصفح> حالا این کانتینرز سیستم سطح سیستم عامل اپراتینگ سیستم لول این طوره که سعی میکنه از پایه های مشترک استفاده کنه که چی باشه کرنل سیستم عامل حالا چطوری میتونه این کارو بکنه یه سری فیچر یه سری قابلیت توی کرنل کرنل لینوکس البته ما داریم امروز در در کرنل لینوکس لینوکس صحبت میکنیم توی کرنل لینوکس ساختن که بتونه از این پشتبانی کنن مثلا سی گروپس نیم اسپیس و این دوتا تکنولوژی اص... چیزهای اصلی برای کانتینرها. ها چیزهای دیگه هم داریم به اسم Overlay فایل سیستم که حالا بعدا در موردشون صحبت میکنم حالا چه تکنولوژی هایی داریم چه سیستم های کانتینر داریم خب گفتم یکیشون داکر باشه داکر یه نوع کانتینرایزیشن لینوکسی که بهش میگن اپلیکیشن کانتینر حالا منظورش چیه اپلیکیشن کانتینر یه نوع کانتینری که خود نرم که میخوای اجرا کنی تو این محیط کانتینر فقط اون داره اجرا میشه و هیچ چیز دیگه تو اون کانتینر در حال اجرا نیست پس اگه تصور کنیم که یه سیستم عامل یعنی همین الان اگه داری از مکی لینوکسی هر یونیکس باشه یه پروسس آیدی داریم یه پی آیدی داریم اولین پی آیدی مون معمولا پی آیدی یک سیست، این سیستممونه مونه توی لینوکس مثلاً سیستم دی حالا کانتینرم دا مثلا داکر کانتینر اون خودش یه, نوع، یه سری پی آی دی داره که در دید خودش یه پی آی دی یکم داره البته در دید سیستم عامل هاست پی آی دیش فرق داره پی آی دی اون پروسس اون پی آی دی یک معمولا باید نرم افزاری که توش تو اون کانتینر میخوای اجرا کنید همون باشه یعنی این سیستم در کار نیست حالا این یه سری مزیت داره اینطور که کانتینر خیلی ساده است فقط اون یک چیز توش داره اجرا میشه و فقط اون وابستگی ها برای اون اپلیکیشن برای اون نرمافزار نیاز هست اون کانتینر تو اون محیطش ولی شاید اون نرمافزار به چیزهای وابسته باشه که نیاز هست که اجرا باشن همراه به اون مثلا اگه داری یه چیزی که نیاز داره که با سیستم دی صحبت کنه ارتباط برقرار کنه و کنترلش کنه خب اون که نمیشه توی داکر کانتینر اجرا شد حالا داکر کانتینر خیلی ها برای پروژه های مثلا وبسایت زدن بات زدن با زبان های چیزهایی که با پروژه هایی که با مثلا زبان های پایتون یا جاوا اسکریپت پیاده سازی کردن از اینا استفاده میکنن چرا حالا به خاطر اینکه اینها یا حتی PHP هم همینطور اینها یه سری وابستگی های زیاد دارن که معمولا اگه میخوای روی سیستم اصلی نصبشون کنی نیاز به پکیج منیجر داره نیازه که تو اون مخزن به روز باشه اون پکیجی که نیاز داری و کلی در سر داره وقتی از داکر استفاده میکنی اون محیطی که توی داکر ساختی همیشه همون محیطه و یکی دیگه هم میتونه اون داکر رو بیاره بالا اون محیط رو داشته باشه واسه همین این خیلی خوبه برای دیولوپمنت پیاده سازی یه پروژه و حتی هاست کردن پروژه اون وقتی که برنامه نویس نمیتونه بهانه در بیاره خب این که رو سرور خرابه رو سیستم من که کار کرد نه دیگه محیطش یکیه اگه رو سیستم تو کار کرد ولی سرور کار نکرد مشکلش چیز دیگه است حالا یه نوع کانتینر دیگه هم داریم بهش میگن operating system container این کانتینر سیستم عامل حالا این توش چی هست یه کانتینری که کل پروسس هایی که قرار سیستم عامل اجرا کنه از وقتی که کرنل بوت میشه و میگه میخواد اینت سیستم رو و پی آی یک رو اجرا کنه دقیقا همون حالت توی operating سیستم کانتینر که یه نمونهش LXD یا LXC باشه LXD یه طور یه نوع کانتینر هست که بستگی داره البته چه سیستم عاملی میخوای توش ران کنی توش اجرا کنی میره سیستم دی رو اجرا میکنه و سیستم دی بعدش میره تمام سرویس ها رو اجرا میکنه و یه محیطی بهت میده انگار سیستم عامل کامله فرض کنیم, فرض بگیریم یه دبیان اجرا کردیم دبیان سیستم دیش اجرا میشه و تمام چیزهای دیگه هم اجرا میشه و این Operating سیستم کانتینر یه جایگزین خیلی خوبه برای ورچوال ماشین ماشین مجازی ولی کانتینرها یه سری محدودیت های دارن و به خاطر اینکه داره از کد و از مسیر کد توی کرنل استفاده میکنه نتیجتا این اگه کد کرنل مشکل داشته باشه یا تنظیمات کانتینر مشکل داشته باشه احتمال این که vulnerability داشته باشیم یعنی یک سوراخ داشته باشیم که اون مثلا یک هکر میتونه بیاد از این کانتینر بزنه بیرون و بره تو سیستم هاست و کارهای بد انجام بده مثلا رمز رو رمز پروژه رو در بیاره و بفرست سمت خودش ولی خب سعی میکنیم که خیلی اینا رو امن کنیم و خوبه که اکثر این پروژه ها یه سری دیفالت تنظیمات دیفالت دارن که خودشون امده. بهش میگن سین دیفالت آه. من یه سری گرافیک رو بردم بالا البته این اینا رو من خودم نساختم یکی به اسم جولیا ایونز ساخته که توییترش هم برکه و یه سری از این گرافیک ها میسازه که خیلی باحالن و با هستن و پیشنهاد میکنم که برین توی توییتر فالوش کنی. اینا رو برای کمک استفاده می کنم که توضیح بدم که کانتینر چی هست و یه سری تکنولوژی مختلف این میگه کانتینر چی هست کانتینر در لینوکس یه گروه پروسسه خب ولی هر کانتینر میتونه مثلا یه فایل سیستم خودش رو داشته باشه یعنی اون فایل هایی که تو کانتینر هست اون فایل های نیست که سیستم عامل داره و اون پروسس که تو کانتینر اجرا میشه دسترسی به فایل سیستم هاست نخواهد داشت بعدش میگه که لینوکس کانتینر ایسولیت شده از پروسس های دیگه یعنی جدا هستن دیدی از پروسس های دیگه توی سیستم عامل اصلی و کانتینر های دیگه نداره مگر اینکه خودت بهشون بدی راه های هست و میگه که یه سری فیچر داریم توی کرنل که به ما اجازه میتونیم ازش استفاده کنیم که یه به اسم کانتینر بسازیم سی گروپس نیم اسپیسز کیپبیلیتی خب حالا جالب اینجاست که خود کرنل تو کد کرنل نمیتونی کانتینر پیدا کنی یعنی هیچ جا مشخص نشده کانتینر چی هست تو لینوکس معمولا یه چیزی مثل الکس یا داکر, داکر میاد میگه من میخوام یه سی گروپ داشته باشم و نیم اسپیس داشته باشم اینا دوتا با هم میگیردشون فایل دیسکریپتر میگیره ازشون یعنی میدونه که اینا کجا هستن یه آیدی میگیره و اون پروسسی که میخواد اجرا کنه توی به اون نیم اسپیس یا C گروپ وابستش میکنه میبنده و تو, در تو اون اجراش میکنه و این هم میگه خب چند تا نمونه از کانتینر داریم یکیش ران سیه که خود کانتینر ران تایم باشه سیستم دی ان اسپان داره اگه سیستمتون سیستم دی داره میتونین از این ان اسپان استفاده کنیم که یه کانتینر بیاریم بالا الکسی داریم که یه نوع اپراتینگ سیستم کانتینره گفتم و داکر داریم که از رانسی استفاده میکنه داکر یه سری کتابخونه لایبری هست که میتونه کلی قابلیت بده میتونی خیلی کارا باش بکنی و خب میتونی حتی با یه بش اسکریپت خودت هم یه نتورک نیم اسپیس بسازی سی گروپ بسازی اورلی فایل سیستم بسازی و همین توی تو بش اسکریپت تمام اینا رو به هم وصل کنی و یه پروسس تو اون محیط اجرا کنی البته اون سخته و ما خب به عنوان برنامه نویس یا سیس ادمین یا هرچی مو باشیم دوست داریم که به شکل پروگراماتیکالی یعنی بتونیم با کد بتونیم اینا رو تعریف کنیم و مدیریت کنیم خب چرا کانتینر خب میگه که کانتینر دو تا مشکل رو حل میکنه یکیش این که گهگداری وقتی یه افزار رو میخوای بیلد بگیری خب میگه که خب آه تو این وابستگی که نیاز داریم نداری یا اون ورژن اون نسخه که ما میخوایم نداری بس. اگه دوست داشته یه محیط داشته باشی که همه چیز مثل اون برنامه نویس که خودش این نرمسال رو ساخته پروژه رو ساخته میخواد محیط اون رو داشته باشی اون میتونه یک کانتینر بسازه دقیقا همون محیطی که خودش باش کار میکنه رو توش مشخص کنه و تو هم همون محیط رو داشته باشی و تو هم بتونی بیلد بگیری دوم اینکه که میتونی تمام وابستگی های پروژت رو یعنی این, این راه حلش اینی که میتونید تمام وابستگی‌های پروژه رو بریزی تو اون خیلی از سیستم های میگه که خیلی از سیستم های CI Continuous Integration و اینا از این کانتینر رو استفاده میکنن که یه محیط خیلی تمیز و تازه و مخصوص برای اون پروژه بتونن بیارن بالا و بیلد بگیرن و تست رو اجرا کنن و یه چیز دیگه هم که هست اینه که کانتینر یه سری فا فایل سیستم های خودشون میتونن داشته باشن این میگه فرض کنیم هاست uh, یه اوبانتو 194 اما کانتینر فایل سیستمش مال سنتوس 2014 پس فرض کنیم توی شرکتتون uh, یه سری چیزها دیپلوی uh, شده برگزار شده اجرا رو شده روی سرور و اون برنامه نویس که اون چیز رو ساخته دیگه نیستش و خیلی وقت میبره که یکی بیاد این پروژه رو دوباره یادش بگیره نگاش کنه تمام با, 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 با رو تازه کنه و یه طوری پیاده سازی کنه که روی دیسترو تازه تر کار کنه تو میتونی این پروژه رو بگیری یک کانتینر مال سنتویز 2014 رو بگیری که اون محیط اجراش همونطوری باشه و اون کد رو توی اون کانتینر بذاری و اون کانتینر رو رو هر لینوکسی که میخوای اجراش کنی تا اونجایی که اون لینوکس قابلیت این نیم اسپیس و سی گروپ و کلا کانتینرز داشته باشه و خب میگه که میخوای یه رو اجرا کنه ولی این نسخه مثلا دبیان نمیذاره خب ما میتونیم هر نسخه از نرمسارمون تو هر کانتینر که فایل سیستمش مشخص باشه رو اجرا کنیم اصلا برای نرم هایی که میخوای اجرا میکنی اجرا کنی مهمه یا و نه حتی برای سیستم عامل اصلی حالا فرق بین کانتینر ها و سیستم و ماشین مجازی چی هست خب ما وقتی که یه ماشین مجازی میسازیم اون داره اینستراکشن ها دستور های سی پیو رو داره روی سی پیو اجرا میکنه از سیستم عامل و چند تا نسخه از اون کرنل و سیستم آمل باید داشته باشه توی حافظش تو مموری و این بهینه نیست فکر کن که ما یه سرور خیلی گنده داریم و ده هزار تا ماشین مجازی روش داریم یعنی ده هزار تا کپی از لینوکس کرنل لینوکس باید در حال اجرا باشه و تو میموری باشه و ده هزار تا کپی از سیستم دی ده هزار تا کپی از چیزهای دیگه باید تو اون باشه خب و فرض کنیم که این ده هزار تا ماشین مجازی بعضیشون آپدیت میشه بعضیشون آپدیت نمیشه این دیگه خیلی قاطی میکنی دیگه دیگه نمیتونید اینا رو مدیریت کنید از کنترل خارج میشه اینطوری حالا این داره میگه یه ماشین مجازی یه کامپیوتر فیکه خب حالا ما اونطوری حساب نمیکنیم ولی خب مزیتی که داره اینه که میتونی یه ماشین مجازی ویندوز اجرا کنی یا ماشین مجازی بی اس دی اجرا کنی یه یعنی سیستم عامل دیگه شبیه لینوکس هم. و خب یه مزیت دیگه هم که کانتینر داره اینکه که کمتر رم استفاده میکنه خب گفتم فقط یه دونه کرنل لینوکس داره اجرا میشه و اون کرنل لینوکس داره یه جورایی خود قابلیت خودش رو تقسیم میکنه به هر کانتینر یه سهم از خودش میده میگه که خب من کلا شبکه بهتون میتونم بدم یه شبکه هم خود یعنی دسترسی به شبکه دارم من میتونم تقسیمش کنم به هر کدومتون من میتونم از سی پیو استفاده کنم من میتونم شجول کنم اون پروسس ها رو ولی خب من میتونم یه سهم اینقدر به این کانتینر بدم و اونقدر به اون کانتینر بدم میتونم نیم اسپیس بزنم که خب تو وقتی که میخوای از نتورک استک استفاده کنی فکر کن که این کل نتورک استک مال خودته وقتی این از دید کرنل و کانتینر کانتینر انگار یه نتورک استک بر خودش میگیره و با هیچ کنم از کانتینر دیگه مشترک نیست انگار میتونی مثل نیم اسپیسینگ تو برنامه نویس نویسی مثلا جاوا سیستم دات اوت دات پرینت لاین پرینت لاین توی اوت قرار میگیره خب ما هم میتونیم نیم اسپیس بسازیم برای نتورک بگیم که خب نتورک فلان و چند تا نسخه از نتورک میتونیم داشته باشیم یکی دیگه هم اینه که کانتینرها خیلی سریعتر شروع اجرا میشن و شروع, شروع میکنن به چیز کردن به لود کردن و اینا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فقط یه پروسسه فقط یه پروسسه اما خودش هم اینجا میگه که امن کردن یک کانتر یکم سخته به خاطر اینکه بستگی داره به تنظیمات خب بریم بعدی من گفتم که هیچ چیزی به به اسم کانتینر تو کرنل وجود نداره و خب این نمودار قشنگ نشون میده که هیچ چیز به اسم کانتینر تو کرنل وجود نداره سی گروپس داریم نیم اسپیس داریم چند تا از این فایل سیستم رو داریم و چند تا چیزهای دیگه هم داریم تو کرنل ولی توی یوزر اسپیس یه سری کتابخونه تعریف کردیم که اینها رو میسازه و میده به یه کانتینر یعنی تمام این چیزها رو میسازه به هم میچسبونه میگه خب بفرما این کانتینر میشه شده قبلا که گفتن که خب بزار ما کانتینر رو به طور نیتیو اضافه کنیم به خود کرنل ولی خب خیلی با این موضوع آه، اوکی نیستن و نمیخوان و خب همین الانش که از دید خودمون اوکیه کار میکنه گفتم که یه فرقی هست بین این دوتا این دوتا الکسی و داکر جفتشون از تیزهای یوزر اسپیس استفاده میکنن که اون قابلیت خب، های توی کرنل رو تنظیم کنن اون چیزهایی توی کرنل رو تنظیم کنن اما یکم معماریش فرق داره این یه داکر انجین داره که یه دیمونه یه پروسسه که تو هاست اجرا میشه و مدیریت میکنه تا این کانتینر هایی که خودش تنظیم کرده و اجرا کرده خب حالا بریم توی چیزهایی که خود کرنل داره و پشتبانی میکنه از کرن... از کانتینر کانتینر یه, سر, یه سری, چیزها داره یه خب علاق, از اینجا شروع کن. نه از اینجا شروع کنیم یه پروسس سی پی میخواد یه سری منابع میخواد خب سی میخواد رم میخواد اه, شبکه میخواد تمام این چیزها رو میخواد خب ما هم میخوایم یه سهمی از این چیزها بهش بدیم ما ما میتونیم محدودش هم بکنیم ما میتونیم کنترل کنیم ما میتونیم یه گروه از پروسس رو یه چند تا پروسس رو کنترل کنیم و یه سری محدودیت روش بذاریم و این اه, چی اینا رو تنظیم میکنه معمولا یا الکسی یا داکر میگه که خب فلان پروسس رو اجرا کردم بذارمش تو این نیم سپیس و این سری پروسس که تو این نیم سپیس قرار میگیره همشون با این اینطوری محدودشون خب. اینجا میگه که یک پروسس میتونه خیلی رم استفاده کنه و فرض کنیم که توی سرور یا سیستم خودتون 16 گیگابایت رم داریم و میخواین یه پروسس رو محدودش کنیم که زیادی رم استفاده نکنید و خب میتونیم یه سی گروپ بسازیم به اون پروسس فصلش کنیم بگیم که خب من میخوام این پروسس فقط یه گیگ رم استفاده کنه و خب میشه به راحتی هم میشه حالا میتونیم چیزهای دیگه هم محدود کنیم میتونیم مثلا سهم از سی پیو محدود کنیم میتونیم بگیم تو کانتینرت فقط یک چهارم از یک هسته میتونه استفاده کنه چطور میتونیم این کارو بکنه خب سیجولینگ دیگه سیستم عامل تصمیم میگیره که چه پروسس چقدر زمان روی یک هسته سی پیو میگیره و پس میتونه بیشتر از یک هسته یا کمتر از یک هسته محدودش کنه ولی سیستم ماشین مجازی نمیتونه کارو بکنه ماشین مجازی فقط میتونه یکی دو تا سه تا یعنی یه عدد باید باشه که اینتجر باشه و اما تو میتونی اوور کنی اوور که اینکه مثلا اگه 16 تا هسته داشته باشی و 10 تا content, 10 تا ماشین مجازی بسازی که همشون 16 تا هسته میخوان اونطوری میتونی انجامش بدی ولی ولی شجولینگ نداره اونطور و خب وقتی که محدودیت میذاری میتونی مثلا اینجا میگه که میتونی OOM killed بشی OOM killed میشه out of memory killed وقتی که یه لپتاپی داری که فقط 4 گیگ رم داره و فایرفاکس رو باز میکنی هزار تا تب باز میکنی یه هایی تمام رمت پر میشه سیستمت هنگ میکنه و کرش میکنه حالا فکر کن تو میتونی یه سی گروپ بزنی روی این پروسس فایرفاکس که بگید نه تو فقط میتونه یک گیگرم استفاده کنی و وقتی یک گیگرم استفاده کرد اون میتونه خودش چیز کنه اون پروسس رو کیل بکنه چون زیادی رم استفاده میکنه و خب این هم میگه برای سی پیو هم همینطور میگه من میخوام تمام سی پیو رو استفاده کنم میگه نه تو به کافی استفاده کردی باید صبر کنی و این سی گروپ هم نگاه میکنه و حفظ میکنه که چقدر مثلا رم استفاده کردی چقدر سی پیو استفاده کردی و بعدا میتونی بری بررسی کنی میتونی بگی می خب این کانتینر این پروژه که ما اجرا کردیم چقدر رم استفاده میکنه چقدر سی پیو استفاده میکنه بعدا میتونی بررسی کنی پس اگه اینو مثلا به عنوان به عنوان متریکس به عنوان مانیتورینگ از اینا استفاده کنی میتونی توی مثلا یه شرکتی هستی که ده تا سایت داره و یه دونه از این سایت ها داره زیادی رم و سی پیو استفاده میکنه میتونی بذاریش توی کانتینر محدودش کنی و بعدش میتونی از سیستم مانیتورینگتون و بعدا بتونی بررسی کنی که چرا این این یه دونه کانتینر زیادی میخواد رم استفاده کنه زیادی میخواد سی پیو استفاده کنه و تو اون مد... تا اون تایمی که تو بتونی این به یه نتیجه برسی پروژه های دیگه اه... چیز نشن سایت های دیگه نیان پایین به خاطر این زیادی سی پی استفاده میکنه یا زیادی رم استفاده میکنه یه چیز دیگه هم داریم که به اسم نیم اسپیس این خیلی باحاله نیم اسپیس فوقلاده با به خاطر اینکه یک پروسس که میره توی نیم اسپیس اون دیدی که از اون زاویه که داره خیلی فرق داره به سیستم عامل اصلی یعنی اینکه اگه داره فرض کنیم نیتورک نیم اسپیس من خیلی با شبکه کار اگه یه نیتورک نیم اسپیس بسازی و یک پروسس رو بذاری تو اون نتورک نیم اسپیس اون کارت شبکه که توی سیستم عامل اصلی دیده میشه تو اون نتورک نیم دیده نمیشه و اون روتینگ اون فایروال اون تنظیمات های دیگه نیستش تو اون محیط پس اگه میخوای مثلا یه پروسس رو فایروالش کنی یا یه پروسس رو میخوای یه طور دیگه روتش کنی فرض کنیم که دو تا کارت شبکه داری یه دونه کارت شبکه رو میذاری توی تکونش میدی میتونی جابجاش کنی میتونی بذاریش توی نتورک نیم اسپیس یه روت دیگه مشخص کنی براش و یک پروسس که تو اون نتورک نیم سپیس داره اجرا میشه کاملا از یک کارت شبکه دیگه بره به سمت اینترنت یا هر کجای دیگه این خیلی باحاله این خیلی جالبه میگه که خب یه کانتینر یه گروه از پروسسه خب و حتی این کانتینرها میتونن فایل سیستم خودشون رو داشته باشن شبکه خودشون رو داشته باشن و حتی لیست پروسس های خودشون رو داشته باشن وقتی که یه پروسس آی دی رو سیستم عامل اصلی میتونه 1234 باشه توی کانتینر خودش میتونه فقط به عنوان پی آی پروسس آی یک باشه و نصیحت هم اون پروسس آی دی یک نمیتونه مثلا بره پروسس آیدی 500 تو سیستم عامل اصلی رو کیل بکنه چون دسترسی نداره اون پی آیدی ها رو نمیبینه اون فقط پی آیدی ها تو نیم اسپیس پی آیدی رو میبینه اینا بهش میگن نیم اسپیس و میتونیم از یه سری دستور لینوکس استفاده کنیم که بریم توی نیم اسپیس اینا معمولا یه سری ابزارهای های کمکیه خوب نیست که از اینا توی پرادکشن یا یه کانتینر منیجر یعنی یه سیستم که میخوایم کانتینر مدیریت کنیم خوب نیست از اینا استفاده کنیم اما تو میتونی تستی بزنی که من میخوام برم توی نیم اسپیس یه پروسس و میخوام یه دستور رو اجرا کنم و ببینم چیا میتونم ببینم یه چیز دیگه هم که داریم کیپبلیتیز هست میتونیم از هر پروسس و آره هر پروسس میتونه کیپبلیتی خودش داشته باشه کیپابیلیتی چیه ما کیپیبلیتی uh, اینه که ما میتونیم به uh, یه پروسس اجازه بدیم که فرانکار رو انجام بده یه نمونه مثال میتونیم مثال بزنیم که پینگ پینگ um, اگه هیچ کیپیبلیتی بش ندیم قابل اجرا نیست یعنی نمیتونه پینگ بگیره نمیدونم اگه میدونیم ولی پینگ از uh, یه چیزی به اسم کپنت را استفاده میکنه چون پینگ فرستادن و پینگ دریافت کردن نیاز داره که یه سوکت مخصوص که نه UDP هست و نه TCP هست یه سوکت را باید باز کنه و اون نیاز به اجازه داره چون اون چطور بگم خیلی میتونی کارهای بد انجام بده اگه اون دسترسی رو داشته باشی پس نصیحتا اگه روت نباشی و بخوای پینگ بزنی معمولا نمیشه مگر اینکه بهش کپابیلیتی رو بدی و خب میگه که روت میتونه هر کاری بکنه میگه root user can do anything edit any file change network config spy on any programs memory میتونی هر فایل رو تغییر بدی هر تنظیمات شبکه رو تغییر بدی میتونی حتی رم حتی مموری اون پروسس رو هر پروسس رو بخونی ولی ما نمیخوایم به هر پروسس این قابلیت رو بدیم گهگذاری یک کانتینر نیاز به privileged اکسس داره یه یعنی کانتینر نیاز داره که یه کاری بکنه که معمولا توی کانتینر نمیشه انجام داد و ما این دسترسی رو بهش میدیم کپیبلیتیز میتونیم دقیق به این پروسس بگیم یا به این کانتینر بگیم که تو حق داری مثلا این کار رو بکنی ولی حق نداری کار دیگه ای بکنی که نیاز به داشته باشه اگه به یک پروسس یا کانتینر بدیم کپسیس ادمین بدیم میگیم که تو روتید تقریبا تو میتونی به عنوان روت اجرا بشی هر کاری میخواید میتونی بکنی اگه کپ ادمین باشیم میتونیم مثلا کارت شبکه رو بیاریم بالا یا بیاریم پایین ولی کانتینر ما نمیخوایم که این کار رو بتونه بکنه کپسیس پی تریس داریم که برای تریس کردن پروسس هاست که حالا زیاد صحبت نمی کنم را داریم که میتونه مثلا پینگ بفرسته نمیدونم سوکت را باز کنه که نه یو باشه نه تی باشه و اینم میگه که مثلا پینگ این کپ را رو میخواد چون خودتون میتونین الان اگه سیستم لینوکس دارین بزنین get کپ user بین ping یا حالا هر کجا پینگ باشه و بت میگه که چه کیپابلیتی چه قا... چه اجازه هایی بهش به این پینگ دادیم اینجا ما میگیم که کانتینر فقط یه پروسسه کانتینر فقط یه پروسسه که یه سری توی محیط دیگه قرار گرفته گرفتیم این پروسس رو میتونیم به کرنل بگیم این پروسس رو یه نیم اسپیسش بذاریم یه کنترل گروپ براش مشخص کنیم و خب اینطوری ما میتونیم این پروسس رو محیطی که توش داره اجرا میشه عوض کنیم تغییر بدیم نتورکینگ هم داریم تو کانتینر وقتی یه کانتینر میسازیم توی سیستم آمون لینوکس راه خیلی آسونی نیست که اون کانتینر دسترسی به شبکه داشته باشه چون فرض کنیم سیستم خودتون تو خونتون به طور عادی باید یه آی پی یه آدرس آی پی از روترتون بگیریم کانتینر اگه بخواد این کارو بکنه باید یک کلاینت DHCP اجرا کنه که این یکم سخته اگه میخوایم به کانتینرمون IP بدیم میتونیم یک کانتینر یه IP استاتیک بدیم اما خب اون کارت شبکه فیزیکی نداره کارت وای فای نداره کارت ایترنت نداره پس این پکیج رو چجوری باید انتقال بده به, به بقیه شبکه چجوری میتونه ارسالش کنه یا دریافت نتیجتا وقتی کانتینر میسازیم نیاز به روتینگ و اینو هم داریم همونطوری که روتر خودتون روت میکنه معمولا هر هاستی که هر سیستمی که میخواد یک کانتینر اجرا کنه مثلا داکر کانتینر اجرا کنه نیاز داره که پکت های شبکه که از یک کانتینر میاد و میره رو روت کنه به اون کانتینر و این نیاز به نت هم داره پس نتیجتا این یکم سخته برای اینکه بتونی یه مثل یه ماشین مجازی استفاده کنی میگه که کانتینر نتورکینگ یه نتورک نیم اسپیس برای خودشون میگه اما یادتون باشه یه نتورک نیم اسپیس بدون هیچ تنظیمات هیچ کارت شبکه هم توش نیست پس نتیجتا اون داکر باید یه کارت شبکه هم توش بذاره یه کارت شبکه مجازی میسازه میذاره تو اون کانتینر و وصلش میکنه به هاست و بعدش یه سری آی پی تیبلز و اینا میزنه و روتینگ فعال میکنه که بتونه یه وقتی یه پکت ارسال میشه از کانتینر به سمت مثلا اینترنت بتونه این رو نتش کنه و فورواردش کنه روتش کنه به سمت اینترنت و وقتی که اون پکت مثلا فرض یه درخواستی چیزی باشه و اون برگشتش میخواد برگرده به کانتینر میرسه به هاست و این سیستم باید تشخیص بده که ها این مال فلان کانتینره و روتش کنه به اون کانتینر و همینطور که سیستم روتر خود خونه خودتون نیاز به پورت فوروارد داره اگه میخواید یه چیزی رو هاست کنین این هم نیاز به پورت فوروارد داره پس نتیجتا ما توی اه کانتینر هم نتورک نیم اسپیس نیاز داریم که بتونیم آی پی تیبلز رو جدا داشته باشیم بتونیم روتینگ جدا داشته باشیم آی پی ادرس های جدا داشته باشیم کلا این چیزها رو جدا میکنیم از کانتینرهای های دیگه و از هاست و این میگه که میتونیم به هر کانتینر یا آی پی بدی ولی خب روتینگ نیاز داره و آخرش میخوام در مورد فایل سیستم صحبت کنم که ما یه چیزی داریم مثلا داکر از اوورلای فایل سیستم استفاده میکنه یه چیزی خیلی جالب جالب هست فرض کنیم که تو چهار تا پروژه داری تو سیستمتون و هر کدومشون نیاز به دبیان داره ولی سیستم عامل اصلیتون فرض کنیم اوبانتو اوبانتو داری داکر رو اجرا میکنی و چهار تا کانتینر دبیان میسازی اما تو هر کانتینر میخوای یه پروژه جدا بسازی که یکیشون مثلا پایتون میخواد یکیشون پی اچ پی میخواد یکیشون چیز دیگه میخواد و این وقتی که میخواد بره این لایه های این فایل سیستم رو بره بگیره رو هم دیگه میچسبونتشون یه طوری که بتونه کششون کنه نتیجتا فقط یه دونه کپی از اون دبیان داره رو سیستم عاملتون و چند بار از اون استفاده میکنه و نمیتونه تغییرش بده چون read only هست و هر تغییراتی به فایل سیستم انجام بدی اوورلی میشه روش انجام میشه خلاصه که این کانتینر در لینوکس یه سری فیچر هایی که توی خود کرنل هست رو توضیح دارم البته نه خیلی جزئی احساس میکنم زیادی در موردشون صحبت کردم و اگه دوست داریم بیشتر در مورد نیم اسپیس یا سی گروپس یا <تصفح> چیزهای شبکه توی لینوکس صحبت کنیم خواهش میکنم پیشنهاد بدیم که <تصفح> بار بعدی در مورد صحبت کنیم بازم یادآوری کنم که اگه دوست داریم که موضوع استریم هفته دیگر رو انتخاب کنین رای بدین یه لینک داریم توی پروفایلم تو چنل که یه لینک به کانال تلگرام هست که یه پول اونجا میذاریم رای بگیرین و رای, رأی بگیریم و بعدش بتونیم موضوع استریم هفته دیگر رو انتخاب کنیم برای این هفته کانتینر <تصفح> بود و کدوم دیگه بود فکر کنم NFT tables داشتیم من خیلی دوست دارم در مورد NFT tables صحبت کنم و کلا هر موضوعی که میخوام در مورد صحبت کنیم یه چیزی باشه که باید باشه که من خوشم بیاد ازش اما اگه سوجیشن دارین نظری دارین خواهش میکنم خبر بدین تویتر هم هستش توی خود توییچ هم فکر کنم میتونین تو چت بذارین و خب همین دیگه ممنون از اینکه همه اومدین گوش دادین به حرفام و امیدوارم که هفته دیگه هم بیاین تشریف بیارین امیدوارم که هفته دیگه در مورد ان صحبت کنیم اما اگه موضوع دیگه پیش اومد موضوع دیگه دوباره هم میگم یه کانال تلگرام هست توی اگه بیکم اسکرول کنیم پایین تر میبینین که یه لینک هست دکمه تلگرام هست اگه اونو بزنین. باید کانال هم باز شه. شاید یه لینک هم بذاریم تو چت که آفر. یه لینک هم تو چت هست اگر کنجکاوین دوست دارین که سریم های قبلی ما ببینیم و سریم های آینده ما ببینید به طور ضبط شده توی یوتیوب هم میشه پیداشون شو، پیدا کرد لینک کانال هم که امیدوارم الان بره تو چت امیدوارم که بتونید برین اونجا اونجا سابسکرایب بزنید لایک بزنید روی ویدیوها و از الان به بعد تمام استریم ها میرن اونجا یکم کاتش میکنیم ادیتش میکنیم که خیلی طولانی نباشه اگه جاهایی باشه که من حرف نمیزنم اونا رو کات میکنیم و ممنون از اینکه اومدین با من گوش دارین به حرفامو در مورد کانتینر یاد گرفتین و دوباره میگم تلگرام هست یوتیوب هست شبتون بخیر